به نام خدا سلام به یکی از برنامه های کانال مسلمان تیوی خوش اومدین برنامه امشب ما خیلی خیلی مهمه و باید تا آخر ببینید تا دوزاریتون بیفته وگر نه تا ده دقیقه پنج دقیقه شیش دقیقه ببینید هیچ فایده ای نداره تا آخر اگر میخواید ببینید ببینید موضوع چیه؟ موضوع اینه که یه عده اومدن میگن که ما جنگیری میکنیم تسخیر جن میکنیم جن رو از بدن نمیدونم کسی که مبتلا به این هست خارج میکنیم و از این حرفا راست دروغ شما براتون سوال دیگه حالا اگه واقعا راسته چجوری به اینجا میرسن که من الان میخوام یه کلیپ نشون بدم تو اون کلیپ بهتون بگم این کلیپ رو یکی از دوستان ما زحمت کشیده آماده کرده منتها به دلیل قوانین کپی یوتیوب من نمیتونم صدا رو پخش کنم مجبورم اون کلیپ رو پخش کنم خودم روش صحبت بکنم تا به قول معروف دوزاری شما بیفته که جریان از چه خبره از چه قراره خب بریم اه... یه تصویری من به شما نشون بدم که قبلا راجبش صحبت کردم اما برای برخی دوستان سواله که چرا من به این آدم میپردازم این شخص و بهش میگم شاید شاید یعنی کسی که کلاهبردار حالا کلاهبردار به لحاظ مالی یا اعتقادی که الان یه کلیپ از یوتیوب خودش که حذف کرده بهتون نشون میدم تا بفهمید چرا ببین از اینایی که جستجوگر جن و فلان و اینا هستن تو یوتیوب زیاد شده تو اینستاگرام هم زیاد شده اما چرا به این شخص و امثال اینها من میپردازم به این دلیل که اونها نهایتا یه ژانر وحشتی رو میخوان ایجاد کنم بیان به مخاطب یه چیز نشون بدن حالا دوتا تو بیابون صدا هم در بیارن ملت بگن آو چه خبره همینه در همین حده اما این شخص که الان نشون دادم مشکلش فراتر از این حرف هست. اولا مشکل اعتقادی داره دو من به فکر تجزیه ایران و کشورهای اسلامی منطقه است کانال خودش ها اینهایی که میگم منطقه باید سواد رسانه داشته باشی شما میری یه کلیپو میبینی میای بیرون اما من میرم دقیق میشم زوم میکنم روش ببینم این داره چی کار میکنه برای همین از کانال خودش این چیزها رو در میارم که شما حالا یا وقتش رو ندارید یا حوصلهش رو ندارید یا براتون مهم نبوده زیر سیبیلی رد شده رفته این شخص توی کانال قبلیش اومد این شخص رو به عنوان استاد علوم غریبه معرفی کرد که ما زود اومدیم اعلام کردیم بعد دیگه کانال جدید زد اینو معرفی نکرد اومده الان یه شخص دیگر رو معرفی میکنه که شما دارید تو تصویر میبینید حالا چرا ما میگیم این شیاده؟ که الان بهتون میگم مطالبشو از کجا میاره بهتون نشون میده چرا شیاده این آدم؟ بذارید من یه نکته اساسی به شما بگم که این همیشه تو ذهنتون باشه الزاما هر کس اومد گفت خدا پیغمبر نماز بخون ذکر بگو این آدم خوبی نمیتونه باشه الزاما اینجوری نیست چرا الان ما 73 فرقه مسلمون داریم همشون هم ادعا میکنن که ما به قرآن عمل میکنیم داعش هم همینطور یه فرق حق دیگه هفت دو تا که نمیتونن حق باشن حالا اون یه فرق چیه اون بحث ما نیستا میخوام نکته عقلانی به شما بگم داعش با استناد به همین قرآن آدم میکشه سر میبره آیا این نشانه حق بودنه یعنی چون داعش از قرآن داره حرف میزنه حقه یه نفر اومد یه مطلبی رو گفت این نشانه حق بودن اوس نه وقتی کسی سواد نداره اسامی سوره های قرآن رو درست نمیتونه تلفظ کنه این معلوم میشه که بی سواده کسی هم که بی سواده میاد درباره چیزی حرف میزنه شیاده که حالا من نشون میدم از کجا داره این مطالب میگه وبلاگی هست بهتون الان نشون میدم منتها نکته ای که هست اینه که اگر کسی واقعا مبتلای به جن و فلان اینو هست این برنامه ما رو بره ببینه دو ساعت دربارش صحبت کردم حالا بریم اون کلیپی که این آدم توی کانال خودش گذاشته بود و حذفش کرد رو با هم ببینیم که من روی صفحه به شما نشون بدم اجازه بدید من کلیپ رو بیارم بالا اینا رو آماده کردم که به ترتیب نشون بدم این کلیپ اول هست که الان میارم روی صفحه همینطور که دارید میبینید این رو توی یوتیوب خودش گذاشته بود بعد حذفش کرد چرا حذفش کرد الان در ادامه بهتون میگم خب ببینیم بریم جلوتر یه مقدار نکتش اینجاست ما اومدیم این آدم گفتیم که تو داری مردم رو فریب میدی بعد رفت یه توماری نوشت که زودم پاکش کرد اما قافل از اینکه ما این فیلم رو داشتیم تو اینجا چی میگه؟ یکی که این شخص میگه یعنی منو داره میگه آمریکا و اسرائیل و همه بد و کافر هستند جز دین شیعه دوباره اینجا داره یه اختلافی هم بین شیعه و سنی میندازه که مشخصا نشون میده این آدم دنبال تفرقه اعتقادی هم هست بعد یکم میاد جلوتر یه عکسی گذاشته اینجا یا گفته که این سعید وطن دوسته ببین با سازی که نمیتونید فرار کنید جدیدا باب شده ما به هرکس ایراد میگیریم نقد علمی میکنیم میاد زود یه عکسی میذاره برای حاشیه سازی آدمی که میخواد از حقیقت فرار کنه هاشیه سازی میکنه من نمیذارم اینجوری فرار کنید نمیذارم اینجوری فرار کنید حالا یک کلیپی رو من تهیه کردم از کانال خودش بریم این رو با هم ببینیم که اول گوشی بیاد دستتون بعد ادامه صحبت رو داشته باشیم خب بذارید دوباره بیارم روی صفحه خیلی بزرگ شد کوچکش کنم آها زامبی شدن و از این حرفا چشم سوم طریقه هایی برای فعالسازی چاکرا و فلان این حرفا ببین دوست عزیز چیزی به اسم چشم سوم ما نداریم چیزی به اسم چشم سوم نداریم فعالسازی چاکرای سوم برای نمیدونم فلان شیشم اینا چیه یوگا و مدیتیشن تا زمانی که ورزش است بیش از اون میشه آین بودا تبلیغ بودا یعنی از اسلام دیگه داره خارجت میکنه کم کم فریبه چیو میخورید؟ باب شده هر روز یکی ویدیو میذاره چشم سوم چیز ما قبلا ویدیو ساختیم هفت ماه پیش گفتیم چیزی به اسم چشم سوم نداریم چشم برزخی داریم بله اونم با عبادت و بندگی خدا به دست میاد اونم تازه خدا صلاح بدونه به انسان میده نه اینکه کسی بره یه ورزشی کنه یه اتفاقی تو بدنش بیفته چشم سوم باز شه چرا فریب میخورید و جالبه در ادامه میگه همه آدم هم چشم سوم دارن اینا همه آدم ها چشم سومشون باز هست و باز هست و میتونن از این استفاده کنن برای دیدن جن این نکات انحرافی اعتقادی بعد اینا جالبه میان میگن که آقا دنبال جن و اینا نرید سراغش نرید سراغ دوانویس نرید سراغ فلان نرید خب پس تو خودت چرا میای ویدیو میذاری که جن تسخیر شده خانه متروکه فلان هدف چیه واقعا فکر کنید علما میگن نرید دنبال این چیزا اینا هم میان در ظاهر همینا هم میگن ولی خودشون روزی 20 تا ویدیو میذارن که حالا هر کدوم یه دو سه تا هم کانال دارن بعد میره جلوتر اینجا جستجوگر ترک نکتش چیه؟ الان رو صفحه بهتون نشون بدم پان یه حرکت سیاسی و به ظاهر ملیگرایانه افراطیه اینا کلا دوچار افراط و تفریطن هدفش چیه آذری زبون های ترکیه و جمهوری آذربایجان و قبرس و بلغارستان و نمیدونم شبه جزیره بالکان و آسیای مرکزی و عراق و ایران و افغانستان و فلان و اینا همشون یه جا جمعشن یه ملت با رهبری واحد به صورت مستقل تشکیل بدن یعنی تجزیه ایران ما الان سه تا استان شمال و غربمون آذربایجان آذربایجان شرقی و غربی اردبیل یه بخشی از زنجان و همدان اینا همه آذری زبانان دیگه اینا میخوان به این وسیله تجزیه طلبی کنن حالا تو ادامه یه گاف دیگه هم داده به قول ها، سوتی دیگه هم داده من با ایناش اصلا کاری ندارم اینا همش سرکاریه اینا جای خود اینجا مصاحبه با جنگیر کورد زبان ببین اینا سواد رسان است ترک کسی که ترک رو مینویسه ترک یعنی تجزیه طلبه یعنی پان ترکه کورد رو هم که و ر و د موقع که مینویسی وقتی کورد مینویسن یعنی یه واو اضافه میذارن اینا تجزیه طلبن در پی تجزیه ایرانن حالا این چیزی که الان داری رو تصویر شما میبینی این هم گرایان کردیه که میگن یه بخشای از اقلیم کردستان و عراق و شمال غرب و غرب ایران بخشای کردنشین دیگه مثل کردستان، ایلام، کرمانشاه یه بخشای از شرق و جنوب شرق ترکیه و یه بخشای هم از شمال و غرب سوریه اینا هم چون کردن باید با هم دیگه اتحاد داشته باشن بیان یه کشور مستقل تشکیل بدن دقت کردید چی شد دارن کجا رو میزنن یعنی علاوه بر اینکه اعتقاد شما رو دارن میزنن به فکر تجزیه کشور شما هم هستن از کجا خط میگیرن چرا دارن ترکیه ها رو معروف میکنن چون ترکیه ها با یک گروه افراطی وهابی در عمان در تماس هن، در ارتباط هن، که اینها از یهود سهیون دارن برنامه میگیرن که بیان پخش بکنن حالا شما میگه این شخص مستقیما با یهود در ارتباط من اینو نمیدونم الله اعلم اما این برنامه این سیر برنامه که داره دنبال میشه داره از اونجا خط میگیره که الان یه انیمیشن به شما نشون میدم تو این انیمیشن دیگه متوجه میشید منظور من چ... چی هست بریم اینو ببینیم با هم دیگه این انیمیشن رو بذارید بیارم روی صفحه ببینین این انیمیشن علایدین و چراغ جادو هست که همینجا هم جا داره من تذکر بدم که مواظب باشید بچه هاتون چیا ها میبینن دقت کنید شما الان چی میبینید هیچ یه حرکت خیلی سخیف تموم شد و رفت اما بریم اسلوموشن ببینیم با هم دیگه به صورت آهسته که قشنگ بهتر متوجه شید چی میخوام بگم خب اینجا قول چراغ جادو میاد انگشتش میذاره روی سر علایالدین بعد میاد از توی گوش این دقت کنید قول چراغ جادو از توی گوش علایالدین که میخواد بگه این افکاریه که داره که در ادامه من توضیح میدم بفهمید که این چه ارتباطی داشت ببینید یه کاغذی رو در میاره که این کاغذ رو وقتی شما استوب میکنی و میری زو... روش زوم میکنی که دقیق تر بخونی نکات عجیبی توشه مثلا اینجا چی نوشته؟ درود به الله درود به الله الله بین مسلمان ها مشترکه دیگه یک اعتقاده اعتقاد به خالق حالا میایم جلوتر این کاغذ رو که باز میکنه بیشتر باز میکنه یه اسامی دیگه میاد مرتضا علی امام اول شیعیان دقت کردید چی شد؟ یعنی تو این انیمیشنی که شما فکر میکنید که هیچ مشکلی نداره انیمیشن دیگه بچه داره میبینه اما داره به مهمترین اعتقادات مسلمان‌ها داره توهین میکنه بریم ادامهاش هم ببینیم حالا قول چراغ جادو میاد توهین و جسارت میکنه اینجا و شما هیچی نمیدین اینجا هم اجنه سجده میکنن به علایدین فهمیدید چی شد؟ اینا هم که بیرن سراغ جنگیری و فلان و اینها موکل بگیریم و نمیدونم تسلط پیدا کنیم و اینها همین کارو میکنن به اعتقادات توهین میکنن به قرآن توهین میکنن که حالا من اصلا نمیتونم بگم چه توهینایی میکنن همین مقدار بدونید که مثلا آیات قرآن رو زیر پا میذارن خیلی خیلی کارهای زشت تر از این خیلی زشت با شما که آقا چه خبر داره اجنه سرعت نقل و انتقالشون زیاده سرعت نور حرکت میکنن فرض کن شما الان نشستید خونتون چهار تا در اونورتر چهار تا کوچه اونورتر دو تا برادری با هم دعوا میکنن این اجنه به خاطر سرعت بالا میتونن برن اونجا حضور پیدا کنن ببینن بیان به شما بگن علم قیب ندارن اون لحظه که اتفاق میفته میتونن به سرعت برن ببینن بیان به شما بگن چجوری به شما میگه موقعی که شما ولایت شیطان رو قبول کنی همین اجنه رو برای همین میگن نرید سراغش چون بری سراغش وسوسه میشی یهو یه سرچشمه ای میخوای برات باز شه یه چشمهشو بهت نشون میده دیگه به سرچشمه نمیذاره برسی یه چشمه ای بهت نشون میده مثل همین مثالی که زدم بعد میگه ا چه خوب من تونستم به اینا تسلط پیدا کنم اما پدرتو در میاره دیگه ولت نمیکنه نمیتونی زندگی کنی بیچارت میکنه چون جن کافره بیچارت میکنه برای همین علما میگن آقا نرید دنبال اینا اینا با توهین و اهانت به اینجا میرسن حالا چه لزومی داره یه نفر بیاد های ترکیه ای رو نشون بده و بنویسه ترک اینها چیکار کردن که تونستن تصویر کنن اگه ادعا میکنید جز توهین به قرانه جز توهین به مقدساته همین کاری که این شخص توی کانال قبلیش کرد اومد یه ویدیویی داد بیرون بعد که ما رفتیم گفتیم این چرت و چیه که داری میگی همین شخص که الان توی تصویر دارید میبینید گفت نه من حواسم نبود ویدیوش هست تو کانالمون گذاشتیم آبو بخون فوت کن به آیتون رو بخون فوت کن به آب بریز تو توالت حالا کسی حرفی داره؟ سواد رسانه یعنی همین ها اعتقادات تو رو به سخره بگیرن دقت کردی چی شد اعتقادات شما رو به سخره بگیرن از کنجکاوی تو سوء استفاده کنن ژانر وحشت بهت نشون بده ولی در واقع چیکار داره میکنه داره منحرفت میکنه برای همینه که میگم حواستون باشه آی فلانی استاد است و بسار است این این داستان ها چیه یه مقدار آدم باید عقل داشته باشه حالا بریم من بهتون بگم که این از کجا اینها رو میاره و به شما میده یه وبلاگی هست که حالا چون من نمیخوام معروف بشه اسمش رو نمیارم اینا رو میره اینجا برمیداره از این وبلاگ. سحر و جادو و تلس و نمیدونم اینو بنویس این کارو کن اون کارو کن هیچی خودش نمیدونه میره از اینجا برمی داره به خورد شما میده هیچی نمیدونه برادر هیچی شما رو مچل کرده برای همینه که اینا از مناظره فرار میکنن دین و دنیاتون رو به باد ندید اگر چیزی میخواهید نماز اول وقت علما میگن سراغ جنگیری نرید سراغ جن نرید آسیب بهت میزنه برادر در خوشبینانه ترین حالت اگر بخواد به تو هم خدماتی بده دین و ایمان تو میگیره یه نفر یه نفر رو در طول تاریخ به من نشون بدید که رفته باشه سراغ این کارها عاقبت به خیر شده باشه زندگیش خوب شده باشه اصلا آق... آخر آقابتش بخوره تو سرش زندگی مادیش خوب باشه بله الان خیلی هستن این کارها رو میکنن پولای عجیب غریب هم میگیرن اما پنج سال ده سال بعد میبینی اه هیچی نداره چون بیبرکت این پول بیبرکته پولی که از فریب مردم در بیاد انحراف اعتقادی مردم در بیاد پولی که تو قرار باشه دین و ایمان تو در قبالش بدی و به یه قدرتی برسی این به هیچ جا نمی قدرتم پیدا نمی کنی خیلی واضح گفتم اگه نفهمیدی متوجه نشدی یه بار دیگه ویدیو رو از اول ببین دو بار ببین سه بار ببین ده بار ببین اما درست ببین کورکورانه از کسی دفاع نکنید یه عده تو این دوره ای که همه غرق مشکلات مادی و معنوی شدن برای اینکه بیان سوء استفاده کنن از شما به هر دری میزنن علاج درمان بیماری های مادی و معنوی شما و مشکلات که تو زندگی دارید دینداریه هر چی از دین جدا بشی گرفتار تری نرو دنبال این جنگولک بازی ها مدیتیشن چیه چشم سوم چیه نمیدونم ارتعاش چیه انرژی چیه این رو دارن میبافن برای اینکه تو از خدا دور بشی چون میخوان اسلام رو بزنن ببین هدفشون اسلامه یه ویدیویی ساختیم تبلیغ مسیحیت